بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. طاعات و عبادات شما قبول. دقت کردین؟ یکی از دعاهای خیلی قشنگی که تو منظومه دعاهای ما هست و قدیمی ها کسانی که سن و سال بالاتری دارن همیشه این دعا رو انجام میدن: جوون، الهی عاقبت به خیر بشی. ما در طول زندگیمون چند سال زندگی میکنیم؟ 40 سال، 50 سال، 80 سال، 100 سال. ما مدت زمان مشخصی رو در رحم مادر خودمون بودیم و بعد از زمانی مشخص فارغ شدیم و به این دنیا اومدیم. مدت زمان مشخصی رو تو این دنیا هستیم و بعد از این دنیا فارغ میشیم و به دنیای ابدی میریم و به عالم قیامت که دنیایی است ابدی منتقل میشیم. حالا چقدر تو این دنیا زندگی کنیم خوبه؟ چقدر عمر کنیم؟ هرچی عمر بیشتر باشه بهتره یا کمتر باشه؟ وجود نازنین امیرالمومنین علی علیه السلام میفرمایند: خدایا این همه نعمت به من دادی و همه این نعمت ها را روزی از من خواهی گرفت، اما قبل از این که این نعمت ها رو بخوای از من بگیری، جان من رو از من بگیر. همونطور که ما در مدت زمان مشخصی در رحم مادر هستیم و بیش از اون زمان موندن در رحم مادر برای انسان ضرر داره، زیادی موندن تو این دنیا هم ضرر داره. آدم خوبه، عزیز و شیک از این دنیا فارغ بشه، نه اینکه بخواد زمینگیر بشه و مشکلات عدیده ای رو بخواد همراه خودش منتقل کنه. زمانی که ما میخواییم از این دنیا فارغ بشیم، این سوال پیش میاد: آیا این فراغت ما از دنیا عاقبتش به خیر است یا به شر؟ چی میشه که عاقبت انسان شر میشه؟ چی میشه که انسان تبدیل به عمر ابن سعد میشه؟ چی میشه که انسان یزید و شمر میشه؟ چه میشه که زندگی انسان شبیه زندگی زبیر میشه؟ ما تو این دنیایی که داریم زندگی میکنیم، این دنیا پر از پوست موزه و باید فوق العاده مراقب باشیم. در این پستی و بلندی های دنیا، در این فراز و نشیب زندگی، پا روی پوست موزها نذاریم و سر نخوریم. اگه سر خوردیم باید سریع بلند شیم. زبیر شخصیتی بود که وجود نازنین امیرالمومنین علی علیه السلام می‌فرمایند: چه غم‌هایی که شمشیر زبیر از دل پیغمبر خدا بر نداشت. ببینید به چه جایگاهی رسیده بود زبیر؟ غم از دل پیغمبر خدا برداره، اما پوست موزهایی در مقابل او در زندگی او قرار گرفت، سر خورد ولی نتونست بلند بشه. اما یکی مثل حر بن یزید ریاحی در این دنیا زمین خورد، بعدم زمین خورد، اما تونست بلند شه. وقتی بلند شد خیلی خوب بلند شد، تونست به امام زمان خودش کمک کنه. چی میشه که انسان عاقبت به شر میشه؟ چه خصوصیتی در نفس انسان به وجود میاد که عاقبت او رو ختم به شر میکنه؟ در دوران غیبت صغرای امام زمان شخصی زندگی میکرد به نام شلمقانی. این شخص انتظار این رو داشت با توجه به موقعیت اجتماعی و علمی که داشت، جزو نائبین امام زمان نامگذاری بشه و جزو کسانی باشه که اگر نامنگاری بین مردم و امام زمان قرار صورت بگیره، او واسطه باشه و او سفیر امام زمان نام بگیره. یک به یک سفرای امام زمان انتخاب می شدن، ولی او هیچ وقت به عنوان سفیر امام زمان انتخاب نشد تا زمانی که چهارمین سفیر امام زمان معرفی شد. به جای اینکه این شخص دنبال نقطه ضعف در خودش بگرده، خودپژوهی کنه، خودکاوی کنه که چرا من با توجه به این موقعیت اجتماعی به این مقام نمیرسم، شروع کرد به حسادت کردن نسبت به نائبین و سفرایی که از طرف امام معرفی می شدن.
بعد از مدتی ادعا کرد من سفیر امام زمانم، بعد ادعای نیابت کرد، بعد از مدتی ادعای بابیت کرد، بعد از مدتی ادعا کرد من امام زمان هستم. زمان نگذشت ادعای الوهیت کرد، نامه لعن امام زمان برای او نوشته شد. شلمقانی از علمای بزرگ شیعه بود، ولی نه تنها عاقبت به خیر نشد، بلکه عاقبت به شر شد. به چه دلیل؟ به خاطر حسادت. حسادت ممکنه انسان رو از اوج عزت به ذلت بکشونه و شخص رو از عاقبت به خیری به عاقبت به شری بکشونه. نشه در طول زندگیمون همچو شلمقانی باشیم و حسادت وجود ما رو در خودش بگیره و ما رو از امام زمانمون دور کنه. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیا محافظا مقائدا مناصرا مدلیلا معینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا، یا علی مدد.